جان کری، رژیم ایران 4 مسیر برای دستیابی به بمب اتمی دارد: تأسیسات مخفی فوردو، تأسیسات غنی‌سازی نطنز، راکتور آب سنگین عراق و فعالیت‌های پنهانی. ما همه راه‌های رسیدن این رژیم به بمب اتم را می‌بندیم. چاکیل از سیاست اوباما در مورد سوریه انتقاد کرده است. او خواهان کنارگیری اسد از قدرت است. CNN: کاخ سفید از چاکیل و جان کری ناخشنود است. قدردانی فلسطین از دولت سوئد به خاطر به رسمیت شناختن کشور فلسطین. سفر 10 روزه جان آلن به اروپا و کشورهای خاورمیانه به پایان رسید. نگاهی به برخی جنبه‌های این سفر. سفر جان آلن نماینده ویژه باراک اوباما در ائتلاف بین‌المللی از لندن شروع شد. وی در این کشور بر ضرورت گسترش نبرد علیه داعش در سوریه و عراق تاکید کرد. مقام‌های انگلیسی آمادگی خود را برای شرکت هرچه بیشتر در این جنگ اعلام کردند. جان آلن بعد از لندن به پاریس رفت و با مقام‌های فرانسوی دیدار کرد. در جریان این سفر وزیر خارجه فرانسه بر ضرورت تجهیز و تسلیح اپوزیسیون سوریه همزمان با جنگ علیه داعش تاکید کرد. نماینده ویژه اوباما سپس راهی عربستان سعودی شد و با ملک عبدالله و سعود الفیصل دیدار کرد. ژنرال جان آلن در عربستان بر نقش کشورهای عربی در جنگ علیه بنیادگرایی و تروریسم تاکید کرد. در ادامه این سفر ژنرال آلن در کنفرانسی در کویت شرکت کرد. در این کنفرانس علاوه بر کشورهای خلیج فارس، اردن و مصر و تعدادی از کشورهای اروپایی شرکت کردند. در این کنفرانس تصریح شد که برای شکست دادن داعش باید علاوه بر جنگ نظامی، جنگ اطلاعاتی و ارتباطی هم صورت بگیرد. نقش رزمندگان سوریه هم بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. ژنرال جان آلن گفت انتظار دارد رزمندگان اپوزیسیون سوریه که آموزش می‌بینند بعد از بازگشت به خاک سوریه در مقابل سایر گروه‌های تروریستی سوری و رژیم اسد از خود دفاع کنند. وی افزود: ما چندین موضوع را دنبال می‌کنیم. 3 مرکز آموزشی را در 3 کشور در منطقه ایجاد می‌کنیم تا اپوزیسیون میانه‌روی سوریه در آن آموزش ببیند. سپس آنها را تسلیح و تجهیز می‌کنیم و آنها را به سوریه می‌فرستیم تا علیه داعش، گروه‌های تروریستی و رژیم سوریه بجنگند. ژنرال جان آلن در ادامه سفر خود به بحرین، عمان، امارات متحده عربی هم سفر کرد و گسترش جنگ علیه داعش را با مقام‌های آن کشورها مورد بررسی قرار داد. في العراق تحدثنا مع عدد كثير من المسؤولين الأمنيين وكذلك قادة القبائل والشيوخ. در 13 آبان انتخابات میان دوره‌ای مجلس سنای آمریکا برگزار خواهد شد. خبرگزاری فرانسه معتقد است در صورت تصاحب سنا توسط جمهوری‌خواهان، مصیبتی بزرگ در انتظار اوباما خواهد بود. در انتخابات میان دوره‌ای آمریکا، جمهوری‌خواهان آماده بیرون کشیدن مجلس سنا از دست دموکرات‌ها هستند. به صورت فزاینده‌ای به نظر می‌رسد که جمهوری‌خواهان در انتخابات میان دوره‌ای که در 4 ماه نوامبر در آمریکا برگزار خواهد شد، مجلس سنا را به کنترل خود در خواهند آورد. این موضوع مصیبت بزرگی برای اوباما در 2 سال آخر ریاست جمهوریش خواهد بود. جمهوری‌خواهان از دلسردی عمیقی که نسبت به اوباما و سیاست‌های او در جامعه آمریکا وجود دارد، بهره برداری می‌کنند. آنان در تلاش خود برای کسب اکثریت در مجلس سنا به 6 کرسی دیگر نیاز دارند. بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده توسط نیویورک تایمز، جمهوری‌خواهان بین 62 تا 64 درصد شانس به دست آوردن اکثریت مجلس سنا را دارند. اما واشنگتن پست شانس پیروزی جمهوری‌خواهان را 91 درصد اعلام کرده است. دموکرات‌ها از اوباما فاصله می‌گیرند و می‌گویند دادن رأی به سناتورهای دموکرات به معنای دادن رأی به اوباما نیست، چرا که 2 سال دیگر اوبامایی در کار نخواهد بود.
آخوند روحانی در جلسه علنی روز چهارشنبه 7 آبان مجلس گفت بر اثر سقوط قیمت نفت 30% از درآمد اصلی رژیم کاهش یافته است. سقوط نفت همچنان ادامه دارد و در حال حاضر بحث رسیدن آن به زیر 80 دلار و حتی به زیر 70 دلار در هر بشکه است. آیا رژیم می تواند این کاهش قیمت ها را تحمل کند؟ سقوط قیمت جهانی نفت شتاب بیشتری به خود گرفته است. افزایش تولید و کاهش تقاضا در ماه‌های گذشته از مهمترین علت‌های سقوط بهای نفت خام در بازار جهانی ارزیابی شده است. حدود 60% از درآمدهای رژیم ایران از طریق فروش نفت و محصولات نفتی تأمین می‌شود. رژیم آخوندی بودجه سال 93 را بر پایه فروش نفت 100 دلاری تنظیم کرده است. بهای هر بشکه نفت ایران طی 4 ماه حدود 30 دلار کاهش یافته است. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روحانی تأکید کرده که با ادامه روند کنونی درآمدهای پیش بینی شده در بودجه تحقق پیدا نمی کند. رسانه‌های حکومتی می نویسند پیش بینی خوشبینانه در محاسبه درآمدهای نفتی کار دست دولت داد و اکنون کسری بودجه در انتظار اقتصاد ایران است. در حال حاضر با احتساب قیمت نفت دولت ماهانه با 1500 میلیارد تومان کاهش درآمد روبروست. بنابراین باید به فکر چاره‌ای برای جبران کسری بودجه باشد. با ادامه روند کاهش قیمت نفت باید شاهد کسری بودجه بیش از پیش دولت روحانی و هرچه ضعیف‌تر شدن اقتصاد بحرانی رژیم آخوندی باشیم. مرگ مظلومانه ریحانه جباری و جنایت آخوندها موضوع گزارش‌های متعدد رسانه‌های خبری است. آخرین خواسته ریحانه جباری قبل از اجرای حکم اعدام چه بود؟ این عنوان گزارشی از یورو نیوز است. ریحانه جباری، زن جوان ایرانی که روز شنبه به دار آویخته شد. در وصیت‌نامه صوتی که پیش از اعدام ضبط شده، از مادرش می‌خواهد تا کلیه اعضای بدن وی را اهدا کند. ریحانه جباری 7 سال پیش به اتهام قتل بازداشت شد. او در جلسات دادگاه همیشه تکرار کرد که برای دفاع از خود در برابر تعرض مرتضی سربندی، پزشک 47 ساله و کارمند وزارت اطلاعات مرتکب این قتل شده است. ریحانه در بخشی از وصیت‌نامه خود خطاب به مادرش میگوید: نمیخواهم زیر خاک بپوسم. نمیخواهم چشم یا قلب جوانم خاک شود. التماس کن ترتیبی داده شود که به محض دار زدنم قلب، کلیه، چشم، کبد، استخوان‌ها و هر چیزی که قابل پیوند زدن است از بدنم جدا و به کسی که نیاز دارد هدیه شود. نمی‌خواهم گیرنده عضو نامم را بداند، گلی برایم بخرد یا حتی فاتحه‌ای برایم بخواند. با وجود درخواست‌های فعالان حقوق بشری در ایران و خارج از ایران برای توقف مجازات اعدام ریحانه جباری، مقام‌های ایران حکم اعدام وی را روز شنبه به اجرا گذاشتند. اعدام ریحانه جباری باعث واکنش‌های بسیاری در ایران و محکومیت این اقدام از سوی مقام‌ها و نهادهای بین‌المللی شد. ارزش سهام توییتر در بازار بورس نیویورک به شدت سقوط کرد. علت چیست؟ به نظر می رسد توییتر در حال خارج شدن از میدان رقابت با سایر شبکه‌های اجتماعی است. توییتر با انتشار بیلان فصلی خود اعلام کرد در 3 ماهه سوم سال جاری میلادی متحمل ضرر و زیان 175 میلیون دلاری شده است. ضرر و زیان توییتر همچنین تردید در بین سرمایه‌گذاران نسبت به چشم‌انداز رشد این شبکه اجتماعی افت شدید ارزش سهام آن را در بازار بورس نیویورک در پی داشته است. بدین ترتیب ارزش سهام توییتر که از اواسط ماه اکتبر دچار نوسان شده این هفته حدود 11% سقوط کرده است. با این افت قیمت هر سهم از 50 دلار در اوایل ماه اکتبر به حدود 42 دلار سقوط کرده است. بر تعداد کاربران فعال این شبکه در 3 ماهه سوم سال 23% افزوده شده و به رقم 284 میلیون نفر رسیده. اما این افزایش تعداد کاربران که بازار تحول آن را به دقت زیر نظر دارد نسبت به 3 ماهه دوم سال 1% دچار افت شده است. تنها خبر خوب برای توییتر
افزایش حجم کلی معاملات آن است که به رقم 361 میلیون دلار رسیده، اما تأثیر مثبتی برای ارزش سهام این شبکه اجتماعی نداشته است. ناو میسترال فرانسه به چالشی میان این کشور و مسکو تبدیل شده است. مسکو میگوید فرانسه یکی از ناوهای میسترال ساخت این کشور را تا 14 نوامبر به روسیه تحویل دهد. پاریس قرار بود این ناو ساخته شده به سفارش مسکو را در ماه اکتبر تحویل روسیه دهد. اما در پی تجاوز روسیه به شرق اوکراین و در راستای تحریم‌های نظامی علیه روسیه، پاریس در اوایل ماه سپتامبر تحویل این ناو را به تعویق انداخت. وزیر دفاع فرانسه میگوید رئیس جمهور فرانسوا اولاند طی ماه نوامبر در این باره تصمیم خواهد گرفت. او می‌افزاید چنانچه شرایط سیاسی تغییر نکند، نباید تصور کرد که رئیس جمهور مجوز تحویل این ناو را صادر کند. او در زمان مناسب برای تحویل تصمیم خواهد گرفت. قرارداد سفارش دو ناو میسترال به مبلغ 1.2 میلیارد یورو در جوان سال 2011 و در دوره ریاست جمهوری نیکولا سارکوزی به امضای دو کشور رسید تا اولین ناو در سال 2014 و دومین آن در سال 2015 تحویل روسیه شود. دختران نیجریایی که توسط گروه بنیادگرای بوکو حرام ربوده شدند هنوز در اسارت هستند. داستان آنها داستان دردناک وضعیت زنانی است که گرفتار توحش بنیادگراها می شوند. گزارشی از شبکه جهانی بی بی سی. سال گذشته نزدیک به 200 دختر دانش آموز یک مدرسه در نیجریه توسط تروریست های بوکو حرام ربوده و به گروگان گرفته شدند. اما در بین راه چند تن از آنها موفق به فرار شدند و داستان حمله بوکو حرام و به گروگان گرفتن دانش آموزان را تعریف کردند. اما برای حفاظت از جان آنها در مقابل انتقام‌جویی بوکو حرام، به جای نشان دادن چهره های آنها، داستانشان به صورت یک انیمیشن کوتاه نشان داده می شود. اون اتفاق در یک شب دوشنبه روی داد. ما روز بعد امتحان داشتیم. وقتی متوجه شدیم، تلفنی به والدینمون اطلاع دادیم که چه اتفاقی دارد می افتد. آنها به ما گفتند که فرار کنیم. فکر می کنم تعداد اونها نزدیک به 100 نفر بود که تمام مدرسه را گرفته بودند. آنها می گفتند اگر کسی بخواهد مدرسه را ترک کند، همه شما را می کشیم. ما در آن موقع می ترسیدیم و نمی دانستیم ما را به کجا می برند. وقتی سوار یک خودرو شدیم، دوست من به من گفت بهتر نیست به پایین بپریم و فرار کنیم؟ من به او گفتم چرا؟ این بهتر است تا اینکه آنها جنازه های ما را به خانه های ما برگردانند. ما از ماشین به بیرون پریدیم، شروع به دویدن کردیم. میزان زیادی خاک در جاده بلند شده بود و آنها نتوانستند ما را ببینند. ما بدون کفش و با پای برهنه میدویدیم. یک دختر دیگر: من میخواستم به بیرون بپرم که یکی از دخترها مرا گرفت و گفت اگر این کار را بکنی آنها تو را خواهند کشت. ما در حالی که گریه و دعا میکردیم به یک کمپ رسیدیم. من به دوستم گفتم که باید برویم و شروع به دویدن کردیم. ما شنیدیم که اونها که ما رو دیده بودن میگفتن اون دخترها رو بگیرید، ولی نفهمیدیم که آنها به دنبال ما آمدند یا نه. دو هفته طول کشید تا توانستم روی پاهایم بلند شوم. من تا مدت‌ها با این فکر به زندگی ادامه می‌دادم که اعضای بوکو حرام به دنبال من خواهند آمد، ولی الان دیگر در مورد آنها فکر نمی‌کنم. فقط دعاهای من کمکم کردند، نه هیچ چیز دیگر. وقتی برادر بزرگم را دیدم، به زمین افتاده شروع به گریه کرده و خدا را شکر کردم. و این کاری است که هر روز انجام می‌دهم. من دخترهای دیگر را که هنوز در دستان اونها هستند فراموش نکردم. دیلما روسف پس از پیروزی در انتخابات به دنبال احیای اقتصاد برزیل است. دیلما روسف رئیس جمهوری برزیل که برای دومین بار به این سمت برگزیده شده است،
با مشکلات اقتصادی متعددی از جمله مهار تورم بالا، جذب سرمایه گذاری و احیای اقتصاد برزیل روبروست. یک تحلیلگر سیاسی در این باره میگوید دولت با چالش‌های متعددی روبروست. بحران اقتصادی یکی از آنهاست که منجر به توقف رشد کشور شده است، اما دولت توانست بیکاری را مهار کند، موضوعی که یکی از مهمترین نگرانی‌های روسف محسوب می‌شد. فکر می‌کنم او موفق شد که این پیام را به خوبی به رأی دهندگان منتقل کند که در وضعیتی که تمام جهان دچار بحران است، برزیل به حفظ اشتغال و افزایش سطح حداقل دستمزدها پرداخت. فکر می‌کنم به همین دلیل او برنده شد. او ثابت کرد که قادر به مدیریت کشور در وضعیت بحران است. دلما روسف خود را متعهد کرده است که برای حل مشکلات اقتصادی این کشور با مخالفان و منتقدان خود و همچنین مولدان کسب و کار همکاری کند و دو طبقه متوسط به بالا و جامعه فقیر برزیل را با یکدیگر آشتی دهد. فعالان اقتصادی در انتظارند تا ببینند دلما روسف برای اجرای اصلاحات چه کسی را به عنوان وزیر جدید اقتصاد این کشور معرفی خواهد کرد. رویدادهای جهان را با خبری از بورکینافاسو ادامه می‌دهیم. پس از یک روز اعتراضات و درگیری در سراسر بورکینافاسو، رئیس جمهور این کشور در پیامی تلویزیونی اعلام کرد قصد کناره‌گیری ندارد. وی 27 سال است که بر صندلی قدرت تکیه زده است. پیشتر سخنگوی فرمانده ارتش در یک نشست خبری دولت و پارلمان را منحل اعلام کرده بود. روز پنجشنبه اعتراضات به حکومت با ورود معترضان به صحن پارلمان و حمله به ساختمان تلویزیون دولتی این کشور به نقطه اوج خود رسید. تظاهرکنندگان خشمگین ساختمان‌هایی را با آتش کشیدند. فعلا به دستور فرمانده ارتش از ساعت 7 بعد از ظهر تا 6 صبح در سراسر کشور مقررات منع آمد و شد اعلام شده است. پس از آنکه دادگاه قانون اساسی اسپانیا همه پرسی برنامه ریزی شده برای 9 نوامبر بر سر استقلال منطقه کاتالونیا از این کشور را غیر قانونی اعلام کرد، حکومت محلی تصمیم گرفت در همان روز با همان موضوع یک نظرسنجی نمادین برگزار کند. این تصمیم مورد استقبال شورای حکومت اسپانیا قرار نگرفت و این نهاد خواهان ارجاع آن به دادگاه قانون اساسی شد. در مرحله سوم رقابت‌های تنیس مسترز پاریس، اندی مورای با غلبه با گریگور دیمتروف جای خود را در تور پایانی سال در لندن تثبیت کرد. تنیس باز 27 ساله اسکاتلندی در دو ست هر بار به حساب 6-3 حریف بلغار خود را به زانو درآورد و راهی 1/4 پایانی شد. مورای در مرحله بعد با نوواک جوکوویچ به میدان خواهد رفت. جنرال مارتین دمسی، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، در مورد تسلیح و آموزش اپوزیسیون میان رو سوریه، سیستم فرماندهی و کنترل آماده است و سایت‌های مورد نظر انتخاب شده‌اند.